بینندگان گرامی سلام به شما، امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما باهری هستم از برنامه روانشناسی برای همه، همراه با جمیل فرزان در خدمتتون هستیم. در برنامه امروز همطور که قول داده بودیم در رابطه با سوالاتی که شما مطرح کردید در مورد خودارضایی و همچنین بعضی از بینندگانمون مشکلاتی که به لحاظ جنسی با پارتنرشون دارن یا به هر حال خودشون دارن مطرح کردن که اینا رو سعی میکنیم در این برنامه بگنجونیم همه رو. اجازه بدید همراه بشیم با دکتر میترا بابک. خب شروع میکنیم از دوستانی که راجع به مسئله خودارضایی باز هم سوال کردن. یکی از دوستانمون گفتن که به خاطر مسئله خودارضایی زود انزالی دارن، انقدر که توی رابطهشون با همسرشون تأثیر گذاشته و رابطهشون خیلی کوتاه هست و خیلی سریع خودشون ارضا میشن و همسرشون ارضا نمیشه و دچار مشکلات هستن. در این رابطه شما لطف بفرمایید توضیح بدید. خواهش میکنم. یکی از اول از صحبت ما یادتون باشه که من همیشه گفتم نیمه من مرد، نیمه من زن تو کار حرفه‌ای و اصلا هم نباید خجالت بکشیم، تابو شکنی کنیم و به راحتی در مورد مسائل مهم تابو صحبت بکنیم، که یکی از موضوعات همینه که متاسفانه بسیاری نه پیش پزشک خانوادگی میرن نه در موردش صحبت میکنن و همین باعث میشه که اختلافات زناشویی بسیار زیاد بشه. آقایون یه مشکل بزرگی دارن، خودارضایی قبلا صحبت کردم، هیچ اشکالی نداره، ولی یکی از مشکلات خودارضایی اینه که امکان این هستش که انسان زود انزالی داشته باشه و یا زود ارضایی داشته باشه، یعنی وقتی که میخواد آموزش میکنه با همسرش و یا با یارش متاسفانه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و این باعث میشه که سریع ارضا میشه یا سریع حالت تناسلی میخواد و این تأثیر خیلی خیلی ناگواری روی روان همسر میگذاره و همچنین روان خود مرد. آقایون خیلی از این مسئله رنج میبرن و خودشون هم لذت کافی نمیبرن. زمانی که زود ارضایی و یا زود انزالی داشته باشن خودشون هم لذت نمیبرن و همین باعث یه حس شرمندگی بهشون دست میده، یه حس ناتوانی جنسی بهشون، فکر ناتوانی جنسی بهشون دست میده، شدیداً شرمنده میشن و مدل های مختلف رفتار میکنن. بعضی مواقع بعضی از آقایون فرافکنی میکنن و شروع میکنن به همسرشون پریدن که تو به خاطر اینکه اینجوری هستی یا اونجوری هستی اینجوری شد و همین باعث میشه که اختلافات زناشویی خیلی بیشتر میشه. بعضی از آقایون نه، در خود فرو رفتگی احساس میکنن، دیگه نمیخوان با کسی صحبت کنن، سعی میکنن از رابطه جنسی فرار کنن، یا خانوم برعکس سعی میکنه از رابطه جنسی فرار کنه برای که احساس خوبی بهش دست نمیده غیر از این که عصبانی میشه، چون تا اومد یه ذره لذت ببره یک دفعه همسر ارضا میشه و این باعث میشه که رابطه زناشویشون خیلی سردتر میشه، طلاق عاطفی خیلی بعد این وسط میاد بین دو نفر و احساساتشون خیلی به هم میزنه. به خاطر رابطه زود انزالی و یا زود ارضایی بهترین کار اینه که شما قبل از اینه که رابطه جنسی با همسر داشته باشی یا با یار داشته باشی یک خود ارضایی قبلش بکنی. بعد از حالا آقایون با هم دیگه فرق میکنن، بعضیا بعد همون لحظه میتونن دوباره رابطه جنسی داشته باشن، بعضیا بعد از نیم ساعت 20 دقیقه، بعضیا بعد از ساعتها، بعضیا بعد از یکی دو روز حتی. آقایون با هم متفاوتن، اصلا همین معنیش نیستش که یکی از یکی قوی تره، احساسا متفاوته، رابطه های جنسی متفاوته. اینه که اگر که احساس میکنه که میتونی نگاه کن ببین کی میتونی دوباره رابطه جنسی برقرار کنی، این نیم ساعت، یک ساعت، چند ساعت قبلش خودارضایی رو بکن که خیالت راحت باشه خودارضایی رو کردی. بعد زمانی که داری، موقعی که داری آمیزش میکنی، اون لحظه هایی که ممکنه شما خودارضایی بکنی و یا زود انزالی آیا همراه با خود زود ارضایی میشه؟ یعنی یک دفعه زود انزالی پیدا میکنی و ارضا میشی یا اینکه دوباره فرق میکنه؟ بعضی از زود انزالی دارن در صورت که ارضا هم نمیشن، خودشون هم ارضا نمیشن، یعنی یک دفعه بین رابطه زناشویی یک دفعه احساس میکنن که حس جنسیشون از دست رفته.
اینجاست که دوباره خیلی ضربه های شدید آقایون میخورن. خواهش و تمنای من از همه شما آقایون که دارین میشنوید، این اصلا معنیش نیست که دیگه مرد نیستید. برید کمک حرفه‌ای بگیرید، برای اینکه اکثر مراجعین بالای 22 سال کار حرفه‌ایم، اکثر مراجعین که به من مراجعه کردن، باور کنید 1% فقط مشکل جسمی داشتن، باقیشون فقط روحی روانی بوده و خیلی هم سریع قابل علاج هستید. پنهان نکنید این قضیه رو، با همسرتون راحت صحبت بکنید، کمک حرفه‌ای بگیرید، با پزشکتون صحبت بکنید. این مسائل خیلی راحت با اسکیل یا با مهارت درست میشه. پس اگر که همچین احساسی پیدا کردید، عذر میخوام، کمک رو بگیرید. در کنارشم کاری که باید بکنیم، ببین اون لحظه‌ای که انسان میخواد ارضا بشه، چه خانم‌ها چه آقایون، اون لحظه اگر آمادگی هر دو با هم ندارین، زود دارین ارضا میشین، باید سریع افکارتون رو تغییر بدین. یعنی اون لحظه فکر رو وقتی تغییر بدی، زود ارضایی تأخیر پیدا میکنه و همین باعث میشه که طولانی تر میشه. یا پوزیشن باید عوض بشه، حالتی که در این رابطه جنسی میکنین عوضش کنین، همین باعث میشه که دیرتر ارضا بشین، هر دو طرف دیرتر ارضا بشن. و رفتار مهارت های دیگه ای هم هست که بتونی همسرتو ارضا بکنی. اگر که احیانا زود ارضا شدی، باید حتما حتما باید تلاش بکنی که یارتو باید ارضا بکنی، اون نباید ولش کنی. اگر که بذاری به حال خودش، حالش خیلی بد میشه و بعد حالتو خراب میکنه. پس نگاه کن، ازش بپرس، ببین چجوری میتونی اونم ارضا بکنی تا این مرحله مهارت ها تو بهتر و بهتر یاد بگیری. واقعا این بحث انقدر مهمه که من باید خیلی بیشتر در موردش صحبت کنم، ولی چون خیلی ما سوال داریم مجبورم که رد بشم برم. ولی حتما در هفته های آینده که سوال دوباره پیش میاد، حتما بیشتر توضیح میدم. بله، یک دوست دیگه داریم که اونشون هم صحبت کردن، ایشون هم یه آقایی هستن، گفتن که باز منم خود ارضایی داشتم، الان مشکل زود انزالی دارم و فکر کنم در حد افراطی خودشون دارن میگن که خود ارضایی داشتم، الان ترس از بیماری پروستات دارن و ترس از سرطان مغز. نمیدونم چرا اینا دوتا رو به هم ربط دادن، ولی به هر حال میترسن. اینا علمی اگر میخواین دارین از من صحبت سوال میکنید، این سو اصلا ربط نداره، به پروستاد ربط نداره، به هیچ سرطانی ربط نداره، به هیچ کوری و کری ربط نداره. اینا فقط و فقط حرفای غیر علمیه. خود ارضایی رو نباید به اعتیاد بکشونیم، یعنی دیگه اصلا کنترل از دستمون خارج بشه، دیگه هر ثانیه و هر دقیقه بخوای خود ارضایی کنی، این میشه اعتیاد در خود ارضایی. ما نباید معتاد خود ارضایی بشیم، از اعتیاد باید کمک بگیری، از اعتیاد خود ارضایی خودتو بیاری بیرون و اون لحظه هایی که میخوای، حالا وقتی کمک حرفه‌ای بگیری درست بهت بیشتر کمک میکنه، ولی من خیلی سریع چون برنامه مدتش کوتاهه، لحظه هایی که میخوای یه دفعه هوس خود ارضایی میکنی، خود ارضایی تو بکن، بعد که دوباره میخوای خود ارضایی کنی، بعد حواست رو پرت کنی، بعد سرت به مسائل دیگه گرم کنی. اگر چیزی که شما رو تحریک میکنه برای خود ارضایی، اونا رو نباید نگاه کنی. اون لحظه هایی هم که به فکرت خطور میکنه، فکرتو باید منحرف کنی، بذاری به جای دیگه. اگر رو موبایل دفعه را فیلم سکسی یا عکس سکسی نگاه میکنی، فورا باید ردش بکنی. شما باید بکنی. کسی که بتونه توی شرایط اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، اینا اگر بتونن ترک بکنن، مثلا مطمئن باشین که خودارضایی ترکش خیلی خیلی، اعتیاد به خودارضایی ترکش خیلی آسون تره. پس اینقدر سخت نگیرید به خودتون، اصلا هم نگران نباشید. اگر یار ندارید، خودارضایی یک بار در روز، دو بار در روز اشکال نداره، چون کسی رو نداریم و های لول سکس داریم. ولی اگر که بیشتر از 4-5 بار همینطور دائما میخواین در 24 ساعت خودارضایی بکنید، این میشه اعتیاد. در مورد سوال بعدیتون که سرطان این حرف، اصلا حقیقت نداره،
واقعیت نداره. اگر وارد رابطه میخواییم بشین، حواستون باید باشه که انسانهایی که خود ارضایی میکنن ممکنه که مثل سوال قبلی زود انزالی و یا زود ارضایی پیدا کنن. اینم قابل حل و قابل علاج هست، نباید بترسن، ولی قبلش باید تلاش بکنن که مهارت هاشو یاد بگیرن. بله، اما یکی از بینندگانمون که گفتن صوت داشتن، من نمیدونستم میتونستیم از صوتشون استفاده کنیم یا نه، بنابراین من استفاده نکردم، نقل قول ازشون میارم. ایشون گفتن که 55 سالشون هست، از یکی از کشورهای اروپایی با ما تماس میگیرن، گفتن مشکل نعوذ دارن و آلت تناسلیشون بلند نمیشه و خیلی ناراحتن، خیلی اذیت دارن میشن. خودشون گفتن من خیلی خجالتی ام، نمیتونم این مشکلمو با کسی در میون بذارم، خواهش میکنم که منو راهنمایی کنید. عزیزم شما همش 55 سالید، همش باید اینو اولا به خودت تکرار کنی، کلمه همشو. دوما تو کشور اروپایی زندگی میکنی، اصلا شرم آور نیست، اصلا خجالت آور نیست. خیلی وقتا به خاطر مسائل روحی روانیه که انسان احساس جنسیش رو از دست میده. شما احساس جنسیش رو از دست میدی. فرق خانم و آقایون اینه که خانم حتی احساس هم نداشته باشن چیزی تغییر نمیکنه، ولی طبیعتا برای آقایون خیلی دشواره، برای اینکه آلت تناسلی بعد اول بیدار بشه که تا بتونن رابطه جنسی داشته باشن. به همین دلیل کار برای آقایون خیلی مشکل تر کرده و کاملا من درکتون میکنم، ولی حتما کمک بگیرین ببینین آیا این مسئله جسمیه و یا روحی روانیه. این دوتا رو باید تفکیک کنیم از هم دیگه. دوما آیا اگر که بیماری پروستات باشه، اگه بیماری قند باشه، اگر مشکل استراب و استرس باشه، اینا همه باعث میشه که انسان حالت مرد آقایون احساس جنسیشون از دست بدن و یا حالت تناسلیشون بیدار نشه و اینا رو باید اول حتما بعد شما کمک پزشکی بگیری. خیال خودتو راحت کن، ببین جسمی هست یا جسمی نیست. اگر جسمیه که خب باید تلاش بکنی در کنارش برای جسمت که مشکلات جسمی، بیماری جسمی بیشتر نشه، و در کنارش هم روحی روانی هست حتی اگر جسمی هم باشه، که اون براحتی با کمک حرفه‌ای درست براحتی مشکل شما حل میشه. اصلا قصه نخور، اصلا خجالت نکش عزیزم، شما تنها نیستی، بسیاری از آقایون هستن که این مشکل رو پیدا میکنن. حتی من جوانای 18-19 ساله دارم که دقیقا مشکل شما رو دارن و مشکلشون قابل حله، مشکلاتتون قابل حله. انقدر نترس و شرمنده هم نباش، تنها شما نیست. یک بیننده دیگهمون یک خانومی هستن که گفتن در رابطه جنسی با همسرم ارضا نمیشم، نمیخوام خیانت کنم، نمیخوام با کسی دیگه ای رابطه برقرار کنم، ولی نمیتونم هم ارضا بشم و کاریم نمی کنم، خیلی ناراحتم از این موضوع، لطفاً منو راهنمایی کنین. ایشون 43 سالشونه. عزیزم تو این 43 سال آیا شما هیچ وقت ارضا شدی؟ این برای من خیلی مهم بود که بدونم. اگر امکان داره براتون دوباره بر ما پیغام بفرستید. و آیا در گذشته ارضا شدی؟ آیا با این همسرت هیچ وقت ارضا شدی؟ در این سوالایی که من میکنم بسیار سوالای مهم حرفه‌ای که باید من بدونم از شما تا جواب درست به شما بدم. چون بعضی از خانم ها متاسفانه به خاطر سرکوب ها و سرخوردگی هایی که چه به خاطر آسیب ها و تجاوزات جنسی و یا برخورد های سنتی مذهبی تند با کودک شده، اگر به خودش دست می زده، متاسفانه تأثیرات روحی روانی شدیدی رو بعضی ها گذاشته که ازدواج هم کردن، بچه دارم شدن خانم ها، ولی هیچ وقت ارضا نشدن، حتی نیاز احساس جنسی بهشون دست نمیده. ما یه ای سکشوال هم هست داریم، کسانی که ای سکشوال بهشون میگن کسانی هستن که اصلا احساس جنسی ندارن، مرد و زن فرقم نمی کنن. و ولی ازدواج میتونن بکنن، عاشق هم میتونن بشن، ولی احساس جنسی ندارن. اینا رو من باید از خود شما بدونم. دوما آیا تو این رابطه زناشویی که هستی با شوهرت مشکل داری؟ آیا همسرت بلد نیست به شما دست بزنه یا شما رو ارضا کنه؟ باهاش حرف بزن، چون من نمیدونم، دارم هی کلی صحبت میکنم، کیس شما رو یعنی نمیدونم. باهاش صحبت کن، نشون بهش بده. آقایون علم و غیب ندارن که یاد بدونن شما نیاز چیه، چه جوری دوست داری، جوری که شما دوست داری رو بهش یاد بده، بهش نشون بده. باهاش صحبت کن، باهاش قهر نکن، از دستش عصبانی نباش. اون
خیلی ناراحته اگر که شما ارضا نمیشی، مطمئن باش که کاملا اون لذت نمیبره. آقایونی که نمیتونن همسرشون رو ارضا کنن، زهرمارشون میشه اون احساس، اون سکس و یا اون رابطه زناشویی که انجام دادن. صبح هم که بلند میشین، هر دوتاتون آقایی که از هر دوتا به روی همدیگه نگاه نمی کنی، شما خیلی عصبانی هستی، ایشون فقط میخواد فرار کنه از دستت. یعنی بدترین کار اینه که ما در مورد نیازهای خودمون، احساسات خودمون با همسرمون صحبت نکنیم. باید باهاش صحبت کنی، بهش بگو چی دوست داری، خودت پیدا کن، بعد خودت پیدا کنی که چی دوست داری. اگر خودارضایی هیچ وقت نکردی، شروع کن به خودارضایی کردن، که خودت رو، وجود خودت رو، یه سری استیج ها و استپ هایی هستش که من تو تراپی یاد میدم از اول که چجوری باید شروع کنن. شروع کن یه مقدار جسم خودت رو پیدا کردن و احساسات جنسیت رو دوباره تحریک کردن. این خودش خیلی کمکت میکنه که یاد بگیری اگه پس ارضا بشی، و وقتی هم که با همسرت هستی تو اون مرحله هم بهش یاد میدی که چجوری میتونه شما رو ارضا بکنه، و یا شما در کنار ایشون میتونید خودتون و ایشون رو در کنار هم ارضا کنید. بله، و اما یکی از بیننده هامون فقط از شما خیلی تشکر کردن و از برنامه همون تشکر کردن، گفتن که خیلی خوشحالن که این برنامه هست و میتونن ببینن و کلی آموزش میبینن و تجربه پیدا میکنن. فقط تشکرشون خواستم منم. سپاسگزارم از مهر شما، لطف کنید و عزیزان دیگرم هم پیجای تلویزیون رو و هم خود کانال جدید رو به دیگرانم بیاموزید، چون بسیاری هنوز آشنا نیستن با این کانال. بله، یک فرد دیگری که یک آقایی هستن گفتن من 40 سالمه، حقیقتش نمیدونم آقا هستن یا خانم، ننوشته بودن. یک فردی گفتن که 40 سالمه، تا به حال سکس نداشتم، مجرد هستن و میپرسن آیا سکس زیاد روی روان تأثیر داره یا سکس کم روی روان تأثیر داره، به چه صورت هست، و به هر حال راهنمایی خواستن. ای کاش که میفهمیدیم این خانم هستن یا آقا، برای اینکه دنیای زن و مرد دنیای جنسی فرق میکنه، متفاوته. 40 سالشونه، هنوز رابطه جنسی نداشتن. اگر آقا هستن مخصوصا تو فرهنگ ما، خب خیلی عجیبه، چرا نباید داشته باشی؟ مخصوصا که کلا شرعی شیعه هم هست، یه سیغه میتونی بخونی اگر که حتی مذهبی هم هستی، حلالش کنی برای چند ساعت. نبود نداشتن رابطه جنسی میتونه خیلی خیلی آسیب پذیر باشه، آسیب گذار باشه برای خود و برای دیگری. به اضافه این که نداشتن تجربه، یکی از دلایلی که زود انزالی و یا زود ارضایی به وجود میاد در یه همچین شرایطی، زمانی که زن یا مرد رابطه جنسی اصلا نداشته و هیچ تجربه ای نداشته، متاسفانه وقتی که وارد بستر با فرد دیگه ای میشه، گیج و گمه، بدون تجربه است، و همین باعث مشکلات بسیار پیچیده میشه که امروز در موردش در ساعت دقایق پیش صحبت کردیم. به هر حال سوال بعدیتون اینه که نداشتن رابطه جنسی غلطه. البته هر کس دست خودشه، اختیارم با خودشه اگه دوست نداره رابطه جنسی داشته باشه، ولی رابطه جنسی، داشتن رابطه جنسی خوب، ارضا شدن خوب و سالم، بسیار کمک میکنه به روح و روان فرد، به حتی روی پوست، روی مو و روی همه جسم. تأثیرات بسیار بسیار مثبتی میذاره، هورمون شادی تولید میکنه، و خود رابطه جنسی بسیار مهمه، ارضا شدن بسیار مهمه، نباید از خودتون محرومش بکنید. و اما یک خانومی که یک مادر هستن گفتن یک دختر نوجوان دارم، میدونم که دوست پسر داره، دختر نوجوانم، فکر میکنم، این خیلی حضور ذهن ندارم، یادداشت کردم ولی یادم رفته بنویسم، فکر میکنم 15 سالشه دخترش، انقدر که تو ذهنم هست. گفتم دوست پسر داره ولی جرئت نمیکنم ازش بپرسم که سکس دارن با هم یا نه، و همیشه نگرانم که دخترم حاملگی زودرس داشته باشه. به اصطلاح به نظر میاد که ایشون خارج از ایران زندگی بله میکنن. بله، خارجن، از دانمارک هستن. اولا که خب بهتره، من شخصا میگم بهتره که اینترکورس و یا سکس کامل توی این سن نداشته باشن، خیلی بهتره.
برای اینکه حالا بعد یه بار خانم بهاری یه بار در مورد این صحبت کنیم، چرا میگم نه رابطه جنسی کامل نداشته، نه اینکه رابطه جنسی نداشته باشن، رابطه کامل یا دخول نداشته باشن، که اینو بعدا توضیح میدم نوجوان دختر و پسر چه اتفاقی میفته اگه داشته باشن. ولی ایشون 15 سالشه، نمیتونیم جلوی دوست پسر گرفتن و دوست دختر گرفتن این بچه ها رو بگیریم، حتی نمیتونیم جلوی رابطه جنسیشون رو بگیریم. ولی بهترین کار اینه که خیلی اوپن و باز با دخترتون صحبت بکنین و براش باز بکنین که تلاش بکنه اگر رابطه جنسی کامل نداشته فعلا با همین رابطه برن جلو، برای اینکه حتما که نباید رابطه جنسی کامل و دخول باشه تا بتونن ارضاشن. هر دو طرف میتونن به راحتی ارضاشن بدون اینکه این باشه. اگر شده رابطه دخولم داشتن، پس طبیعتا باید مواظب باشن، حتما از کاندوم استفاده بکنن، هم برای امراض مختلف جنسی و هم به خاطر اینکه و حامله نشه. یعنی با اوپن باشین با دخترتون، باز باشین با دخترتون، حالا که میدونین داره، هرچی شما سعی کنید فکر نکنین که حرمت ها میریزه، اتفاقا وقتی دوستانه و درست باهاش صحبت بکنین بچه ها خیلی خیلی مراقبتشون خیلی خیلی بیشتره، آگاهیشون خیلی بیشتره، اصولا خودشون هم اصلا دلشون نمیخواد که حامله بشن یا پسر دوست نداره که دوست دخترش حامله بشه زود بابا بشه، اصولا اینطوری نیستش. ولی شما اگر که باز رو صحبت بکنی، اوپن صحبت بکنی، خیال خودت رو راحت کردی، مسئولیت درست و اخلاقی رو انجام دادی و دخترتون هم به شما خیلی بیشتر احترام میذاره و مسائلش رو میاد با شما مطرح میکنه و دچار مشکلات پیچیده ای نمیشه که بعد گرفتاری های دیگه پیدا کنه، چون از شما میترسه که به شما بگه، سعی کنین که دوستانه باش برخورد کنین و تمام پیشنهاداتتون، نه نصیحت، پیشنهادات مادرانه و دلسوزانتون رو هم براش باز بکنین که حواسش بیشتر جمع شه. بله، اجازه بدیم ببینیم چقدر فرصت داریم. فکر میکنم میتونیم برسیم به یک سوال دیگه. 3 دقیقه فرصت داریم. سوالات در رابطه با مسائل جنسی و غیره فکر کنم تموم شد، اما از سوالات هفته قبلمون یکی دوتا مورد مونده که یکیشو باهاتون در میون میذارم، شاید تو این 3 دقیقه بتونیم بهش بپردازیم. یک دوست عزیزی گفتن یک مرد 60 ساله هستن، همسر دارن، تازگی ارتباط پیدا کردن با یک پرستار، آشنا شدن و ارتباط دارن، با همسرشون ارتباط چندانی ندارن و شما یه اصطلاح به کار میبرین طلاق عاطفی، شاید اونه، هیچ ارتباطی ندارن. به هر حال این خانم پرستار هم متأهل هستن، اینا با هم رابطه دارن، نمیدونن باید چه کار کنن و خانم پرستار میگه من خیلی به تو وابسته هستم، بیا با هم دیگه فرار کنیم. میخوان که ببینن راه حلش شما چیه. خانم پرستار با یه همچین پیشنهادش به نظر میاد که تینیجر مونده، هنوز نوجوان مونده، و آیا اینا در ایران زندگی میکنن یا در خارج از ایران؟ فکر کنم در ایرانن، چیزی ننوشتن ولی فکر میکنم از ایران. در خارج از ایران زندگی میکردن که خانم پرستار با سنشون رو نمیدونم چند سالشونه، ولی بالاخره اگر این آقا 60 سالشونه حتما ایشون بالای 30 سال هستن که بخوان از خانه فرار کنن. منظور اینه که مشخصا اینه معلومه که در ایران زندگی میکنن. فرار کردن از خانه هیچ کاری رو درست نمیکنه، خیانت هیچ کاری رو درست نمیکنه غیر از اینی که مشکلات پیچیده زندگی زناشویی، خانوادگی، بچه ها، اجتماعی، فرهنگی، همه چی اینا رو درست میکنه براتون. یعنی فردا این عشق عاشقی چنان تو سرتون میخوره و زهرمارتون میشه که شدیداً پشیمون میشین که ای کاش که حتی با هم آشنا نمیشد. حالا که همدیگر رو دوست دارین، اولا رابطتون رو با هم دیگه قطع کنین، تکلیف زندگی خودتون اول درست کنین با خانومتون. اگر نمیتونین با هم زندگی کنین، همونطور که در هفته پیش گفتم، لااقل زیر یک سقف با هم تکلیفتون رو روشن کنید. نمیشه که همسر داشته باشین خیانت کنین، اون خانم هم شوهر داشته باشه خیانت کنین. الان هم که دیگه طلاق دیگه بقش ترکیته و هیچ کسی دیگه نمیگه عیبه. بسیاری از خانواده ها در ایران تعداد طلاق، آمار طلاق بیداد داره میکنه، ولی اینی که از خانه فرار کنیم یواشکی بخواین اینجوری عشق عاشق بازی و نوجوان بازی در بیارین، چی رو درست نمیکنه. عاقلانه و بالغانه رفتار کنیم. چرا گفتم رابطتون رو فعلا قطع کنید؟ برای اینکه الان به خاطر اینکه دوتایتون کور و کر شدین و عاشق نوجوانانهی بهتون دست داده، نمیتونین
کانسکونسز یا رخدادها و عواقب رو درک کنیم. الان جفتتون نمیتونین درک کنیم، جلوی عواقب باید گرفته بشه هرچه زودتر با درایت و خردتون. رابطتون رو با هم دیگه قطع کنید، اون با شوهرش ببینه تکلیفش چی میشه، شما با خانم تکلیف چی میشه. تکلیف ها اول روشن بشه و بعد اگر تکلیف ها روشن شد، اون وقتی که احتیاج شما فرار کنین از خانه، که شما میتونین خیلی راحت با هم دیگه در کنار هم یک زندگی تازه رو. ولی لطفاً حواستون به این عشقای تینیجری و یا نوجوانانی باشه، کار رو بسیار بسیار خطرناک داره میکنه. بله. به خانمی که بگه فرار کنیم از خانه بدون اینکه ایشون بزرگ نشده. بله. و شما 60 سال از عمرتون میگذره، زندگیتون رو و موقعیتتون رو اینجور به خطر نندازید که بعدا شدیدا پشیمون بشید. بله. خیلی ممنون از شما دکتر میترا بابک عزیز. فکر میکنم که به همه سوالات جواب دادیم. البته من حتما میتونم دوباره مرور کنم و باز نگه داریم برای مراحل بعدی که دوباره به این مسائل خواهیم پرداخت. متشکر از شما، خسته نباشید و ممنون از بینندگان عزیزی که تا این ساعت با ما بودن.